اینجا قدیمی ترین صندوق امانات جهانه. اینجا قلعه سریزده، بنای مربوط به دوران ساسانی، ساخته شده از خشت و گل در روستای سریزد در شهرستان مهریز استان یزد. گفته ها و ناگفته ها در مورد این قلعه فراوانه، اما من این شانس رو داشتم که امروز با انسان فرهیخته‌ای روبرو شدم که قرار جزئیات این قلعه رو به شما توضیح بده. بریم به همراه شما و ایشون قلعه رو ببینیم. خب دوستان، من در خدمت جناب کشفی هستم. ایشون بهره‌بردار بناهای تاریخی سریزد هستن و خوشبختانه اینجا هستن و قلعه رو کامل به ما معرفی میکنن. در خدمت شما. اولا که خیلی خوش آمدین به سریزد. همونجوری که گفتم بهتون، شما سریزد موقعی که تشریف آوردین چهار سلسله پادشاهی بناهاش رو میتونید ببینید. 1700 سال پیش در قلعه پشت سر میبینید که مرکز تجاری بوده و صندوق امانات و کاروانسرای متعددی که بنابرای که اینجا ساخته شده، کاروانسرای متعددی ساخته شده. همونجوری که تشریف میبینید داخل دیوارای متعدد بال بلندی میبینین که داخل دور تا دور قلعه هستش و یه خندقی دور تا دور قلعه هست. که اینا بعضی ها میگن که آب توش بوده، ولی نه، پر از آب نبوده. دو متری که گود بوده قلعه، به خاطر اینکه بنا از خشت و گل ساخته شده، اگر آب بوده که تخریب میشده. دوم دیگه گوتری که این قلعه بوده، سیستم فاضلاب به قلعه هم بوده. موقعی که بارندگی میشده از بیرون، آبای بیرون از همون سوراخایی که میبینی از اطراف تو خود خندق وجود داره، از اون تنبوشه ای که اونجا، بله بله، آب از اونجا میمده بیرون. قبل از خندق اومدن یه دیواری گذاشتن، چون بیشتر غلات در اون زمان خیلی ارزش بالایی داشته. این دیوار بود؟ آره، این دیوار قبل از خندق. میومدن در تابستون هوای گرم یه متر آب میریختن داخل خندق و روشو کاه میریختن. این کاه باعث میشه که آب دیر تر تبخیر بشه و استتار میشه و حالت پوشال کوله رو انجام میده. موقعی که باد میمده، باد خنک میزده داخل قلعه. دیوار قبل از خندق هم گذاشتن به خاطر اینکه سگی، گوسفندی، چیزی میاد نیاد بیفته داخل خود خندق. یعنی این که میگن تو خندق آتیش درست میکردن یا آب میریختن برای این قلعه صدق نمیکنه؟ نه نه نه. ببینید از اون نمونایی که میبینید که شما به حساب از اون شنریزایی که ریخته شده اون پایین معلوم هستش، تا اون اندازه بیشتر آب نمیزدن داخلش که نمودار آب هست. اما بالاخره یه مانعی بوده وقتی دوست. بله، یه مانعی. ببین از این طرف که شما میخواین وارد قلعه بشین، یه پل متحرکی که داشته که در از کل قلعه 4 تا در ورودی داشته. این یکیش معروف است به تخته بند. یه پل رابطی بوده از اینور خندق به اون طرف قلعه. چوبه این که اون بالا میبینی و دوتا سوراخی که اونجا هست، اینا غرغره بوده. با تناب این چوبا شب میکشیدن، حافظ در اصلی بوده. اون در اصلی اگر دشمن بهشون وارد میشده و این تخت بندو میشکسه، میخورده به یکی دیگه در. اون در که میشکسه دیگه وارد قلعه میشده. حالا تشریف فهم داخل. یعنی این پل متحرک بوده و جمع میشده میبره جلو در بعدی. دوتا در انگار. دوتا در بوده. بله. بفهم. تشریف فهم. از این طرف به حیات بیرونی قلعه هست. این حیات بیرونی که شما میبینید، قلعه ما دو تا دیوار متحد مرکز داره. یه دیوار مال خود قلعه است، یه دیواری هم هستش که حافظه که از بیرون شما مشاهده کنید قبلش خندق است. کاروانایی که میومدن برای مدت زمان کوتاهی میومدن در حیات بیرونی اسکان داشتن. آشپزخونه داره، چای آب داره، اتاقای متعدده. از همینجور که شما دور تا دور قلعه رو دور بزنید، اتاقای متعدد ببینید. نمیتونین بیرین بیرون، نمیتونین بیاین داخل. از یه درب اصلی هستش که از این طرف تشریف بیارین. این حیات دور تا دور قلعه؟ دور تا دور قلعه هستش. شما از این طرف که گفتم بهتون حرکت بکنین، دور تا دور قلعه رو میتونین دور بزنین. داخل قلعه نمیتونین بشین، بیرون هم نمیتونین برین، از این ور میایین بیرون. یک قسمت آب هم برای آبشون بوده، برای آب ذخیره آب.
و طبقات بالایی که شما میبینین اونا ساختمان اداریشون بوده. اینا ساختمان اداریشون بوده و قسمت های زیر ساختمان اداری هم خزینه های حمامشون بوده. خزینه های حمام. حمام برای کی؟ برای حمام برای کاروانایی که میومدن یه خستگی میخواستن در کنن. پس کاروان ها وقتی میومدن تو این حیات بین دو تا دیوار اسکان پیدا. بله بین دو تا دیوار اسکان. اون آب انبار از کجا پر میشه؟ آمن قنات داشته. قنات داشته به یه پاکنه ای داشتن اونجا که آبشو میوردن میرفتن تا خود قنات. ببین این برجی که شما میبینید بلندترین جای قلعه هستش. یه میل صحرایی هم حساب میشده. در روز با یه پرچم سی فیت کاروانا رو هدایت میکردن، در شب با آتیش که بدونن یه جای امنی هست که کاروانا بیاین این طرف. خود قلعه هم که میتونید از این طرف که شما تماشا میکنید سه طبقه بوده. طبقه دومش که به کل بیشترش تخریب شده، طبقه اولش بعضی از اتاقا میشه داخل و طبقه هم کفش یه راه رو اصلی داره، 12 تا راه رو فرعی و 468 دونه حجره برای نگهداری غلات بود. 468 حجره برای نگهداری غلات. نگهداری غلات. فرمودین گنجینه ها کجا نگهداری؟ گنجینه ها طبقات بالا بود. طبقات بالا. بله. طبقه آخر گنجینه ها. طبقات بالا. طبقات سوم الان بیشترش تخریب شده. طبقه دوم در واقع بیشترش تخریب. آره دوم بیشتر تخریب شده بله. اینجا میرسیم به درب اصلی قلعه. این درب معروف است به درب آهن پوش. من درب ببندمش بایده. این درب موقعی که بسته میشه هیچ راه نفوذی به داخل قلعه نیست. این روش پرد شده یه سری با میخ زدن. با میخ زدن. بله. چرا اینجوری تیکه تیکه؟ خب ببینید اون زمان که به حساب شکل به خصوصی آهن نداشته، تکنولوژی نداشتن، هرچه بوده دم دستشون اومده در روش. چرا؟ چون قدیما با سرنیزه و اینا حمله میکردن اگر دشمن میمده، چون سرنیزه چوبا خراب میکرده اومدن آهن زدن روش به خاطر که سرنیزه چوبا را خراب نکنه. تنها راش بوده که اینجا آتش واز بکنن و این در را بسنن و وارد بشن. این یک سوراخ قبل از این که شما میبینین نگهبانایی که تو برج بودن و دستور میدادن که در را باز کنن یا یک فردی که میخواست بیاد داخل حتما باید بیاد اینجا شناسایی میشده، بعد در را باز میکردن بتونه بده داخل. آیفون تصویری دارن. حالا اگر اینجا آتش واز میکنن و این در را میسوزوندن و میخواستن وارد بشن، از این ور آب جوشی، خاکستری، حالا هر چه در اون زمان بوده که جلوگیری بکنه کسی نتونه وارد قلعه بشه، از اون بالا میریختن بالا سر. ببین داخل قلعه که شما ببینید سقف کوتاه هستش. این سقف‌های کوتاه دو تا دلیل داشته. یک، هر چه سقف کوتاه‌تر باشه هوا خنک داره. دلیل دومش این بوده که اگر دشمن بهشون حمله کنه با سواره نظام نتونه دنبالشون بکنه، فرصت داشته باشن برن تا انتهای قلعه. اینم توضیح بهتون بدم که زمین زیر قلعه 10000 متر هست، 7900 متر ساختمونه که طبقاتی که هستش. این الان تو راهروی اصلی قلعه هستیم ما. و این هم اتاقکایی هستش که در زمانه قدیم اجناس قیمتی، ادویه‌جات و چیزایی که داشتن تو همین قلعه نگهداری میکردن. تا 80 سال پیش ترم اهالی سعدیه چون بانکی چیزی نبوده و سیلوی چیزی نبوده و کشاورزیشون بالا بوده، گندم، انار، انگور چون هوا خنک بوده همینجا نگهداری میکردن. داخل راهروی که شما میبینید سوراخ‌هایی میبینید. اینا به خاطر اینکه درب های اتاق ها کوتاه هست، چون هرچه در ها کوتاه تر باشه هوا داخل خنک داره. یارو بر اساس کشاورزی که تو سرگز داشتن اتاقشون کوچیک تر و بزرگ تر هست. از این سوراخ ها یارو دوتا گونه گندم داشته، با اولاقش می اومده از این بر خالی میکرده تو این سوراخ. پشت این سوراخ این خمره ها بوده یا به صورت حوضچمان در آورده بودن گندم میرفته داخل این خمره ها به اندازه نیازش کلید داشته، در داشته، میاده برمیداشته برای استفادهش. جناب کشمی شما تایید میکنید اینجا همون صندوق امانات قدیمی و بزرگترین صندوق امانات جهان هست؟ بله بله الان نمونه شو نشون میدم. بله براتون